تاریخ تمدن قسمت 197 فصل 20 از جلد دوم ادبیات و هنر در قرن چهارم فصل اول خطبا در تمام این دوره پرآشوب ادبیات زوال باروری یونان را منعکس میکرد اشعار تغزلی دیگر بیان شورانگیز افراد خلاق نبود بلکه تبدیل به آداب خشک روشنفکران سالونی و تنین دانشمندانه تکالیف مدرسه ای شده بود تیموتئوس ملیتوسی هماسه سرود ولی چون با عصر پر جدال آن روز توافقی نداشت مانند موسیقی های در بوته فراموشی ماند نمایش و تئاتر همچنان ادامه داشت ولی از رونق اولیهش کاسته شده بود کاهش خزانه دولتی و ضعیف شدن حس و تنپرستی سرمایه دارها از شکوه و اهمیت گروه همسرایان که نمایش نامه را همراهی می کردند کاسته بود و به نحو روزافسونی هنرپیشگان به موسیقی های نامربوط و شکسته و بسته به جای همسرایی که قسمتی از نمایش نامه را تشکیل میداد قناعت میکردند به تدریج نام خواننده تئاتر از زبانها افتاد و به دنبال آن نام شاعر هم ناپدید گشت و تنها نام هنرپیشه بر جای ماند تئاتر هر روز جنبه شعری خود را از دست میداد و بیشتر جنبه نمایشنامه ای تاریخی به خود می گرفت. این عصر عصر هنرپیشه های بزرگ ولی هنرمندان ناچیز بود تراژدی یونان بر مبنای مذهب و اساطیر بنا شده بود و برای درک و لذت بردن از آن ایمان و عقیده لازم بود پس آن هم با افول خدایان یونانی رو به زوال گذاشت به همان نسبتی که تراژدی راه زوال میپیمود کمدی نزج میافت و تصنع و زرافت موضوع نمایشنامه های تئاتر اوریپید را به آریه می گرفت این کمدی میانی از 400 الی 323 ذوق یا شجاعت انتخاب موضوع های و آمیز سیاسی را درست هنگامی که سیاست بیش از پیش دوست یک رنگی می تلبید از دست داد شاید حجم سیاسی ممنوع بود یا شاید تماشاچیان اکنون که میدیدند بر آتن مردم ناچیز و بی اهمیتی حکومت می کنند از سیاست زده و منزجر شده بودند پرهیز از زندگی اجتماعی و پرداختن به زندگی خصوصی توجه مردم را از امور حکومت منصرف کرده به کارهای خانوادگی و قلبی جلب نموده بود کمدی جنبه حجو رفتار و کردار را به خود گرفت عشق بر صحنه تئاتر مسلط شد و آن هم نه بر جنبه های شریف و خوبش روسپی و زن طبقات پست و آشپزها و فیلسوفان سرگردان روی صحنه به هم میآمیختند گرچه باید گفت که حیثیت قهرمان نمایشنامه و هنرپیشه در انتها با صحنه ازدواج اعاده مییافت ابتزال و هجای آریستوفان این نمایش ها را سبک و بیمقدار نمی ساخت ولی اندیشه عالی و طبع بارورش نیز آنها را باروح و زنده نمیکرد. اکنون نام 39 شاعر کمدی عصر میانی را میدانیم که آثار هیچ کدام در دست نیست ولی از تکه هایی که بر جای مانده می توان قضاوت کرد که هیچ کدام از این نوشته ها برای قرن و آثار به وجود نیامدند آلکسیس اهل توریای 245 و آنتیفانس 260 نمایشنامه نوشتند همهشان تا خورشید میدرخشید شکوفه میکردند و چون میرفت میمردند این قرن اصل سخنوران بود پیشرفت صنعت و تجارت افکار مردم را به واقع پردازی و جنبه های عملی زندگی جلب کرده بود مدرسه هایی که روزی اشعار هومه را میاموختند اکنون به شاگردان درس فساحت بیان میدادند ایسایوس لیکورگوس هیپریدس دامادس دینارکوس آیسکینس و دموستنس همه سیاست مدار و خطیب بودند و احزاب و فرق سیاسی را رهبری میکردند آنها سردمداران آن چیزی بودند که آلمانی ها مبلغین جمهوری مینامیدند در دموکراسی های متناوب سیراکوز مردانی از این قبیل پیدا شدند ولی ایالت های اشرافی مختلف آن تا به تحملشان را نداشتند خطیبان آتنی در بیان خود روشن و با قدرت بودند و از فساحت مصنوعی و تجملی پرهیز می کردند و گاه گاه کفایت آن را داشتند که در راه وطن خدمات شریف و گرانبهای انجام دهند ولی سخنوری را چنان با سفسطه و قرزورزی و سیاست بازی آمیخته بودند که حتی در مبارزات انتخاباتی اسرمانی سابقه ندارد عدم تجانس و هماهنگی مجلس آتن و دادگاه های عمومی تأثیر بد و زمنن برانگیزنده ای در هنر سخنرانی و از طریق آن در ادبیات میگذاشت مردم شهر آتن از مجادله سخنوران در دادگاه ها به اندازه مسابقه های مختلف لذت می بردن و هرگاه که انتظار نبرد فساحت بین دو خطیب پیگارجو چون آیسکینس و دموستنس می رفت مردم از دهات دوردست و ایالات بیگانه برای شنیدن سخنرانی آنها هجوم می آوردن. این خطیبان اغلب به حس غرور و تعصب مردم ملتجی می شدند که از منطق و خطابه چون زهری که دموکراسی را نابود می کند متنفر بود فساحت بیان را هنر مسلط شدن بر مردم از راه ملتجی شدن بر احساسات و هیجانات آنها میدانست. حتی دموستنس با همه قدرت و صلابت روحی و تسلطی که بر اعصابش داشت با همه مهارتی که در گریز زدن به احساسات تند و آتشین میهن پرستی به کار می برد با همه حرارتی که اخگر سوزان حملاتش داشت با همه زبردستی و زیرکی خاصی که در به هم آمیختن داستان سرایی با بحث و جدال نشان میداد با وجود خاصیت ای که با دقت به سخن خود میبخشید و علا سیل مخهور کننده کلامش اثر نبوغ و عظمت زیادی در ما نمیگذارد سر خطابت را وی هنر پیشگی میدانست و چنان به این عقیده پایبند بود که با شکیبایی زیاد سخنرانی های خود را تمرین می کرد و در مقابل آینه می ایستاد و آنها را بلند می خاند. قاری برای خود کنده ماها در آن به سر می بود و مخفیانه به تمرین می پرداخت در این دوران ها یک طرف صورت خود را می تراشید تا نتواند از کنج انزوای خیش خارج شود روی سکوی خطابه به خود میپیچید و به هر طرف میگشت و دست خود را به علامت تفکر بر پیشانی میگذاشت و اغلب صدای خود را به حد فریاد بلند میکرد پلوتاک میگوید این بازی ها مردم عامی را سخت میفریفت ولی برای مردم عالم مثلا دمتریوس فالرومی بسیار زشت و خفیف و از انسانیت به دور بود تقلید هنرپیشگی دموستنس سبب سرگرمی اعتماد به نفس او باعث تعجب منحرف شدن از اصل کلام مایه اختشاش ذهن و ابتزال شوخی های زشتش مایه انزجار ما می گردد. فلسفه و ذکاوت در آثار او کم است فقط حس وطن پرستی و صداقت آشکار او در فریاد ای که در راه آزادی میزد مقام او را برتری میبخشد هنر خطابت نمایشی در یونان به سال 330 به اوج خود رسید شش سال قبل از آن که تسیفون خطیب یونانی قرن این پیشنهاد را از تصویب مجلس گذرانید که به دموستنس به پاس خدمات و هدایای مالیش به حکومت تاج گلی هدیه کنند آیسکینس برای اینکه رقیب خود را از این افتخار محروم کند کیتسیفون را متهم کرد که پیشنهادی خلاف قانون اساسی تقدیم شورا کرده است این اتهام عملا وارد بود جلسه محاکمه کیتسیفون چندین بار به تعویق افتاد و بالاخره در حضور 500 نفر از شهروندان تشکیل یافت این محاکمه البته محاکمه بنامی بود و هر کس که میتوانست حتی از راه های دور برای شنیدن دفاع طرفین به دادگاه آمد زیرا در واقع بزرگترین خطیبان آتنی برای دفاع از نام و شهرت زندگی سیاسی خیش آماده مبارزه بودند آیسکینس حملات خود را چندان متوجه که تسیفون نکرد بلکه شخصیت و زندگی اجتماعی دموستنس را مورد حمله قرار داد دموستنس نیز با همان اسلحه از نطق معروف خود به نام درباره تاج به او پاسخ داد سطور سخنرانی این دو رقیب هنوز از هیجان میلرزد و به آتش نفرت دو دشمن که در نبرد روبروی هم قرار گرفتهاند شعلور است دموستنس که میدانست اغلب حمله از دفاع بهتر است ادعا کرد که فیلیپ فاسدترین خطیبان را انتخاب کرده تا سخنگوی او در آتن باشد سپس طرحی از زندگی آیسکینس رسب کرد که چون تیزاب سوزاننده بود بایست این مردی را که اکنون به این سراحت دشنام میگوید به شما معرفی کنم و بگویم پدر و مادرش کیستند دم از شرافت میزنی؟ آن هم تو بیهیسیت؟ تو و خانوادت از شرافت چه میدانید؟ تو را چه به اینکه دم از علم و فضل بزنی؟ میخواهی بگویم که پدرت همان غلامی بود که نزدیک معبد تسئوس مکتبخانه داشت و شلوار جنده پاره و یقه چرکین میپوشید یا مادرت روز روشن در انبارها و طویله ها عمل جنسی میکرد تو در مکتبخانه پدرت عملگی میکردی مرکب میساختی نیمکت میشستی اتاقها را میرفتی و فراشی میکردی بعد از اینکه نامت را در محل ثبت کردی که کسی نمیداند چطور فعلا بماند توانستی با دوز و کلک شغل شریف منشیگری و پادویی کارمندان دونپایه دولت را برای خودت دست و پا کنی بعد از اینکه مرتکب تمام خلافهایی شدی که اکنون دیگران را به آنها متهم میکنی از آن شغل هم جوابت گفتند سپس وارد خدمت آن بازیگران سرشناس سیمیلوس و سقراط شدی که بیشتر به عنوان پرچانه های بزرگ مشهورند آنان تو را به عنوان سیاهی لشکر به روی صحنه می آوردن و تو به جمعوری آشغال میوه هایی که روی صحنه پرتاب می کردن می پرداختی. و از این طریق زندگی بهتری برای خود فراهم کردی که طی کلیه تلاشایی که برای معاش کرده بودی نصیبت نگشته بود زیرا در جریان خصومتی که بین تو و تماشاچیان درگیر بود هرگز متارکه پدید نمی آمد آیسکینس پس بیا و زندگی خود و مرا با هم بسنج تو الفبا می آموختی و من به مدرسه می رفتم تو میرخصیدی و من در گروه همسرایان بودم تو یک میرزا بنویس بودی و من یک خطیب بودم تو یک هنرپیشه دست سوم بودی و من تماشاچی بودم تو در ایفای نقش خود شکست خوردی و من تو را دست انداختم خطابه تکان دهنده ای بود البته نمونه ای از نظم و نزاکت نبود ولی چنان در بیان احساسات فسیح بود که هیئت قضات با پنج رأی موافق در مقابل یک رأی مخالف که تسیفون را تبرئه کرد در سال بعد شورا تاج افتخار مورد نزاع را به دموستنس اهدا کرد آیسکینس که نمی توانست از عهده پرداخت جریمه که خود به خود به ادعانامه ناموفقش تعلق می گرفت برایت به رودس گریخت در آنجا با تدریس اصول سخنوری به سختی امرار معاش میکرد میگویند که دموستنس برای رهایی از چنگال فقر پول برایش میفرستاد فصل دوم ایسوکراتس این جنگ فساحت را در تمام اعثار مورد تحسین و مداقه قرار دادند ولی حقیقت امر آن است که آن را جز زوال سیاسی آتن نمیتوان دانه زیرا در این مسابقه ناسزاگویی در مبارزه پست دو مردی که پنهانی از خارجی ها رشمه می گرفتند هیچ گونه شرافتمندی و اصالت نمی تواندید در این میان ایسوکراتس کمی از سایرین جالب تر است و نشانی از شکوه و عظمت قرن پنجم را در خود دارد ای در سال 436 متولد شد و در سال 338 با آزادی یونان درگذشت پدرش از راه ساختن فلوت و یا نی ثروت هنگفتی به دست آورد و پسرش را از هیچ نوع امتیاز آموزشی محروم نکرد حتی وی را برای تحصیل علم فساحت و معانی بیان نزد گورگیاس به تسالی فرستاد جنگ پلوپونزی و شکست آلکیبادس تجارت فلودسازی پدر ایسوکراتس را تباه ساخت و ثروت آن خانواده را برباد داد از آن به بعد ایسوکراتس ناچار بود با سرشک خامه به دشواری امرار معاش کند در ابتدا برای دیگران متن نطق تهیه می کرد و خود نیز در نظر داشت در سلک خطیبان درآید ولی به علت کمرویی و صدای نارسا و انزجار از مبارزه های ناپسند سیاسی از این کار منصرف شد وی از مردم فریبانی که مجلس را اشغال کرده بودند متنفر بود و گوشه انزوای تحصیل را بران ترجیح میداد در سال 391 او موفقیت آمیزترین مکتب آتن را تأسیس کرد دانشجویان از هر گوشه دنیای یونان به سوی او روی آوردند و شاید همان گوناگونی نژادی و ظاهری شاگردانش بود که موجود فلسفه وحدت یونان او شد وی می که سایر معلمان به راه غلط رفتند در رساله‌ای که تحت عنوان ضد سوفستاییان نوشت تمام کسانی را که ادعا می کردند با چند شاهی می توانند هر خرفتی را علامه ده کنند یا مانند افلاتون امید داشتند که با دانش و علوم ماورا و طبیعه مردم را برای حکومت آماده سازند محکوم نمود فلسفه خودش این بود که شخص هنگامی به نتیجه می رسد که شاگردانش طبیعتا با استعداد و قابل باشند ایسوکراتس به تدریس علوم طبیعی و ماورا طبیعه اعتقاد نداشت و می گفت که این کار تحقیقات بدون حاصل است در حوزه اسرار غیر قابل حل با این وصف به دروسی که در مدرسه خیش تدریس می کرد نام فلسفه داد برنامه تدریس او بر محور هنر نوشتن و سخن گفتن بود ولی این مواد در رابطه با ادبیات و سیاست تدریس میشد می توان گفت که او در مقایسه با تدریس ریاضی در آکادمی افلاتون در مدرسه اش به مسائل فرهنگی می پرداخت هدف برنامه تحصیلی او خوب سخن گفتن بود زیرا قدرت سخنرانی بهترین وسیله پیشرفت اجتماعی محسوب می شد بر دولت آتن بحث و جدل حکومت می کرد به این دلیل بود که ایساکریتس به شاگردانش طرز به کار بردن لغت را می آموخت. چگونه آنها را به نظم روشنی بیاورند چگونه بدون قید هجا وز را رایت کنند چگونه بدون اینکه به لفظ تصنع دهند بیان را دلنشین سازند چگونه فکر و اندیشه را به بهترین قالب زبان بیارایند به عنوان مثال ایسوکراتس و بسیاری از نویسندگان بعد از او در یونان معتقد بودند که پس از کلمه ای که به حرف صدادار ختم می شود شروع کردن کلمه بعد با حرف صدادار گناهی ادبی است و چگونه عبارات متعادل و موزون بسازند به عقیده او چنین خطابه ای مانند شعر در گوش کسی که زرافت تب دارد مطبوع قرار خواهد گرفت بسیاری از رهبران عصر دموستنس از جمله سردارانی چون تیموتئوس مورخانی چون افوروس تئوپومپوس خطیبانی چون ایسایوس لیکورگوس هیپریدس آیسکینس اسپوسپوس جانشین افلاتون و به قول بعضی ارسطو از این مدرسه بیرون آمدند ایسوکراتس تنها به این قانع نبود که مردان بزرگ تحویل دهد بلکه میخواست در امور اصر خود نقش مهمی داشته باشد چون نتوانست خطیب یا سیاستمدار شود به نویسندگی پرداخت خطابه های بالا بلندی برای مردم آتن رهبرانی چون فیلیپ و شورای مسابقات سرتاسری یونان می نوشت و به جای آنکه آنها را بخواند به صورت رساله منتشر می کرد به دین وسیله بدون آنکه آگاه باشد مقاله نویسی را به صورت یکی از اشکال ادبیات به وجود آورد 29 رساله از رساله های او تا به امروز باقی است که یکی از جالب توجه ترین بقایای میراث یونان قدیم به شمار می روند. اولین خطابه بزرگش پانگیریکوس این مقاله را به این مناسبت به این نام نامیدند که خطاب به شورای عمومی ایالات یونان در اولمپیاده صدم نوشته شده است مضمون تمام افکار او در واقع افکار استاد قدیمش گرگیاس را در بر داشت که در آن یونانیان را دعوت می کرد که از کشور شهرهای کوچک خود دست برداشته علیه ایران متحد شوند ایسوکراتس آتنی مغرور و متعصبی بود شهر ما آنقدر در اندیشه و گفتار از سایر ابنای بشر جلوتر است که شاگردانش معلمان مردم سایر بلاد دنیا گشتند لکن این یونانی مغروری بود و مانند یونانیان باستان اعتقاد داشت که هلنیس تنها عضو نژاد به خصوص بودن نیست بلکه داشتن تمدن و فرهنگی است که به عقیده او عالی ترین تمدن و فرهنگی بوده که به دست بشر تا آن زمان به وجود آمده بود در اطراف این مرکز فرهنگ و تمدن در ایتالیا و سیسیل و افریقا و آسیا و سرزمینی که اکنون بالکان میخوانیم بربرها زندگی میکردند او از اینکه میدید بربرها قویتر میشوند و ایران یونیا را جزو قلم روی خود می سازد ولی ایالات یونان در اثر جنگ های داخلی یکدیگر را تحلیل می برند رنج می برد. طبیعت زشتی و پلیدی فراوانی در نهاد بشر نهفته ولی ما با جنگ و شقاق آن را دوچندان کرده ایم. هرگز کسی به این پلیدی ها اعتراضی نکرده است و مردم از گریستن بر فجایعی که شاعران جل می کنند خجالت نمی کشند ولی به رنجها و درد های حقیقی رنج های حقیقی وحشتناکی که زاییده جنگ ها هستند با رضایت خاطر می نگرند این مردمان چنان بیخبر و آری از احساس همدردی و ترحم هستند که از غم و رنج دیگران بیشتر می شوند تا از سعادت و خوشی آنها اگر لازم است یونان بجنگد چرا با دشمن حقیقی خود نجنگد چرا ایرانی ها را به فلات خودشان عقب نراند ایسوکراتس پیش بینی میکرد که یک گروهان کوچک یونانی قادر است خیلی عظیمی از سربازان ایرانی را در هم بشکند چنین جنگ مقدسی به یونان وحدت خواهد داد یا باید این وحدت را به دست آورد یا به پیروزی بربریت تن در داد دو سال بعد از انتشار این رساله در 378 ایسوکراتس توصیه خود را به مرحله عمل درآورد و هنگامی که به همراهی شاگرد سابقش تیموتئوس در سواحل اژه میگشت شرایط و مقررات تأسیس اتحادیه دوم آتن را تحریزی کرد برآمدن و سپس از بین رفتن امیدواری تازه او در مورد وحدت یونان شکست دیگری به زندگانی دراز این مرد اضافه کرد در رساله بیپروا و مؤثری تحت عنوان در باب صلح آتن را بار دیگر به خاطر فساد و ازمهلال اتحادیه در داخل یک امپراتوری محکوم کرد و از آن خواست که با سایر ایالات قرارداد صلحی امضا کند و به آنها اطمینان دهد که نسبت به ایشان حجوم و دست درازی نخواهد کرد آنچه که امپراتوری میخوانیم در حقیقت بدبختی است زیرا در آن خاصیتی است که همه ی آنهایی را که با آن سر کار دارند محروم و درمانده میسازد میگفت امپریالیسم باعث نابودی دموکراسی شده از زیرا به آتنیها آموخته که از باج و خراج بیگانگان امرار معاش کنند اکنون که از آن محروم شده اند میخواهند با اعانات دولتی زندگی کنند و به هر که بیشتر وعده دهد مقام و منصب بلندتری میدهند در امور دولتی مردان با فراست و هوشیار را قابل ندانسته از آنها رو میگردانی در عوض به هر خطیب ناکس و محرومی که پیشت آید فرصت بیشتر میدهید تو مستان را بر هوشیاران نادانان را بر دانایان و آنهایی را که مال ملت را میخورند بر آنهایی که با پول خود خدمات اجتماعی میدهند ترجیح میدهی در رساله دیگرش به نام آریوپاگیتیکوس با ملایمت بیشتری از دموکراسی سخن میگوید در یکی از قطعات جاویدان آن اظهار میدارد در دکانهای خود مینشینیم و اوضاع را به باد انتقاد می گیریم ولی می بینیم که حتی بی اساس ترین دموکراسی ها به مراتب کمتر از حکومت استبدادی مرتکب فجایع می شوند آیا اسپارتا از آتن ارباب بدتری برای یونان نبود و آیا به سبب دیوانگی آن عده سی نفری نبود که ما حتی بیش از آنهایی که فیله را تصرف کردند فیله خرابه های دژ قدیمی در 18 کیلومتری شمال شمال غرب آتن در ناحیه آتیک و بیوشا که پایگاه حمله تراسوبولوس و پیروانش در عملیات علیه جباران سیگانه بود 400 چهار الا چهارصد قبل از میلاد طرفدار دموکراسی شدیم منظور تراسوبولوس آنیتوس و سایر احیا کنندگان دموکراسی در یونان است ولی آتن را با افراد در اصول آزادی و برابری و با آموختن به مردم که بینزاکتی و وحشیگری را دموکراسی و بیقانونی را آزادی و حتی کی را آزادی بیان بخوانند و با اجازه دادن به آنها که برای کسب لذت به هر عمل شنیع دست بزنند خود را به فساد و تباهی کشانیده است مردم همه برابر خلق نشده اند و نبایستی مشاقل و سمتهای مساوی داشته باشند ایسوکراتس عقیده داشت که تسلط عوام سطح هنر سیاست و حکومت داری را پایین آورده است حکومت مالکان سلون و کلیستنس بهتر از این حکومت بوده زیرا در آن رژیم جاهلان مردم فریب و خطیبان خودفروش کمتر توانستند به مقام رهبری ملت برسند برعکس مردم توانا به مقام رفیع می رسیدند و چون محکمه حقوقی قانونگذاری یا آریوپاگوس از کسانی تشکیل می که خدمت دولتیشان به سر رسیده بود طبعا مغز متفکر حکومت محسوب می شود. در سال 346 هنگامی که آتن با فیلیپ قرار داده مودت میبست ایسوکراتس که اکنون 90 سال داشت نامه سرگشاده خطاب به شاه مقدونی نوشت وی پیش بینی می کرد که فیلیپ ارباب یونان خواهد شد و از او خواست تا قدرت خود را چون جباران به کار نبرد بلکه همچون متحد کننده ایالات خودمختار یونان آن نیرو را در جنگ برای آزاد کردن یونان از صلح شاه و خارج نمودن یونیا از یوق حکومت ایرانی ها به کار برد طرفداران جنگ این نامه را تسلیم شدن به استبداد قلمداد کرده آن را محکوم نمودند در نتیجه ایسوکراتس تا هفت سال دست به قلم نبرد بار دیگر در سال 339 رساله خطاب به یونانی هایی که برای مسابقات همه آتن جمع شده بودن منتشر کرد این رساله پان آتنایکوس به قدرت رساله پانگوریکوس نبود ولی تکرار مطالب آن به شمار میرفت به علاوه قدرت قلم استاد به ضعف گراییده بود ولی برای مردی که سه سال کمتر از یک قرن از عمرش گذشته بود موفقیت بزرگی بود یک سال بعد آتن شکست خورد و رویای ایسوکراتس برای اتحاد یونان نزدیک بود که به حقیقت بپیوندد میگویند وقتی خبر شکست آتن به ایسوکراتس رسید فیلیپ و وحدت یونان را از یاد برد و فقط به یاد شکست و خفت زادگاهش و شکوه و جلالی که به انتها رسیده بود در سن 98 سالگی پس از یک عمر طویل آنقدر از خوردن غذا امتناع کرد تا مرد نمیدانیم که آیا این داستان حقیقت دارد یا نه ولی ارستی میگوید که ایسوکراتس پنج روز پس از شکست کایرونیا وفات یافت فردا شب قسمت بعد زنوفن